سلام سلام و سلام. من ریدم با این ساعت من ریدم با این ساعت خوابیم. آه الان درست شد. ساعت چنده بچی؟ 12:00 ظهر. درسته؟ خیلی درد نمیکشی تو؟ ها؟ بچه این که میبینید فرشته ایران پوره، کل کار زندگیش همینه. صبح که پا میشه شوخی کردم امروز الان اونجور ببینم چطور بزنیم. فرشته باید از امروز یه قرصی بخوره که فردا ما باید آمپول بزنیم تو بدنش. آقا این آمپولای فرشته یکی گردن بگیره، من نمی کنم. خودش بگیره تو شکم میتونه. خودش که نمیتونه، خود فارکرای مگه. بچه ها نیمروخ منو دارید میبینید؟ عقاب. ببینید اگه شما نگاه بکنید این کل فرم و تقویم فرشته است. بعد فردا صبح باید آمپولاشو بزنه و بعد بریم بیمارستان. هر روز یه عملی هم داره. کجاست عمل؟ آها پس فردا عمل داری. امروز 16 پشمام تو پس فردا عمل داری و بیهوشت میکنن. اصلا چند ساعت تو اتاق عملی فردا؟ میشه به دکتر بگی ویدیو رو ببری تو با خودت؟ دوستان میخوام یه املت خوب بزنم برای بچه ها، برای بچه های گل. فرشته یهو میره بیرون همینجوری. ما اینجا یه رب داریم، روغن داریم. املت رو ببین، به به، چایی املت فلان. ساعت چند نهتی؟ یکانیم. عالیه، ما یکانیم تازه داریم املت میخوریم. خب دوستان فرشته الان قرصشو خورد. این قرصه، این قرص برای درد استخوانه که الان خورده، چون فردا صبح باید بهش آمپول بعد اینو الان خورده واسه درد. حالا فردا صبح واقعا من نمیدونم چه جوری باید آمپول بزنیم بهش. بعد تازه این داستان آمپول یه روز نیست، چند روزه؟ 5 روز 6 روز باید بهش آمپول بزنیم. روزی یه دونه هم نیست. چه روزی یه دونه؟ فقط 7:30 صبح. عزم روزی دو تاست گفت فقط موضوعش. او یه جان عزیزم راست میگه، روزی دو تاست. خب دوستان شب شد و امروز ما هیچ کاری نکردیم فرشته. این ظالم منو فرستاده این موقع شب سگ سرما برم براش پفک و چرت و پرت بخرم. شک همین آشغال ماشغالا رو میخوری، مریض شدی دیگه. و بستنی وانیلی یه قاشق برام میاری و چیزی که برای خودم گرفتم. نشستم اینجا ردد دو بازی میکنم. خیلی دوست دارم این بازی رو و خیلی وقت بود که بازی نکردم. ساعت 8:10 صبح فردا. اینجوری گفت تیکه، اینجوری لکه کن یا بالا تیکه شو بگیر و بزن. آره خدایی مثل سگ میترسم. خودت میخوایی بزنی تو خودت؟ وای من بابا بیخیا، تو که نمیزن. اگه نمیزنی بده من بذار تلاشم رو بکنم. حداقل نمیتونم. زدی؟ بابا چرت نکن، اینجوری نکن، نگام کن. عضله پای من گرفت، درد داشت. هیچ که نمیتونه به خود فارکرای من. میخوای دست بزنی به سر؟ نه نه میخوام بدونم درد داشت واقعا. خیلی درد داشت، درد بشکون بود. فشار بدم به جان. آی قشنگ بشکون نگرفتی، بی باید بیشتر چربیاتو میگرفتی، اون کمه. اوف آدم چقدر باید بوز باشه بیا تو شکم خودش با آمپول بزنه. به من یعنی پول بدن، من این کارو نمی کنم. این دخترها رو نبینید الکی نه 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 بهشون رو ناز میکنن. این دیوسا آمپولو میگیرن یه وجود زرد میزنن تو شکم و خودشون در میارن. با آهنگ غمگین حال خودم رو بدتر میکنم. میاو جوناور خونه، مرد خونه. نه تانکیو. جوناور خونه، مرد خونه، بزرگ خونه. بچه ها من یه گوشیم تو جیبم بود یه زنگی خورد، فکر کنم از سمت زن. Hi, good morning. How'd the shots go? Oh my god, it was painful actually, but we did it. Oh, I'm so sorry
did you take it out of the refrigerator for about half hour before so it didn't sting? Yeah, we take it out like for 15 minutes. Okay. Yeah. جسیکا خانم زنگ میزنه هر بار میپرسه دیگه چیکار کردی زدی اون پولا رو چه جوری بود؟ منم گفتم خیلی دردناک و هارمفول و پینفوله. خب یه خوبی داره ببین فرشته الان زده خب درد احتمالاً امشب یا فردا صبح میاد سراغش. و گفت روزی 4 تا از اون قرصای درد میتونه بخوره. الان یه دونه خورد. الان برام یکی دیگه هم بهش بدم. بعد فردا که درد تا بیاد سراغش میره اتاق عمل. چون قراره که یک پورت بسش تو قلبش. حالا فردا میبینید فردا حسابی کار داریم تو بیمارستان. خب دوستان این شما و این حاج مهدی. از صبح بچه‌ها میگفتن حاج مهدی کجا؟ نه بابا. والا هی بچه‌ها چاکرتم قربون برم. الان می‌خوام بریم بیرون یه چیزی بخوریم، یه غذایی بزنیم. حاج مهدی داشت داخل ماشین میگفت اینجا خیلی فضای نشستنش خوبه. داشت در مورد اینجا صحبت می‌کرد. السلام علیکم و به همه دوستان دنبال کننده این چنل، چنل راز و نیاز با فیمس حاجی. امیدوارم که نماز روزهاتون قبول شده باشه. این کلاهه. ببین کلاه رو من برمیدارم برمیگردیم به یه چهره شیطانی و اشغال و مشروب. نگو اینو که میذارم. السلام علیکم. از یک تا ده چقدر درد داری؟ 7-8. درد داری یا کسلی؟ خب دوستان شبتون بخیر. الان آخر شب ما وسط 7:30 صبح پاشیم. فردا خیلی کار داریم. ما بریم لالا. خب بچه چطوری؟ سلام و صبح بخیر. آقا ما بجای اینکه 7:30 صبح پاشیم و آمپول بزنیم خواب موندیم وسط 11:30 الان. خب بیا بزن. نه خودت بزن. میدونم دوست داری. من میترسم. محکم فشارش. نه محکم فشار نده. تو رو خودتو میگم. یه بار بعدم میری آزمایش خون میدی. دیدی دیگه من اون پولم تو زدی. درد داشت. درد داشت. باشه. نه درد. یازده و پنجا و هفت دوازده. اونا به من گفتن 12 اینجا باش، یعنی تو این تقویمت هم زده که 12 اینجا باش. و تا اونجا الان نیم ساعت 40 دقیقه راهه. شما همینجوری آلردی تا جا پارک پیدا کنی بری داخل یک ساعت تاخیر خواهید داشت. خب بعد شبه چوخ رفتیم. مهدی کجایی؟ خونه. ببین من کارتم ریاکتیوه بابا، بنزین هیچی ندارم، زده 9 ماه. کجا بیام کدوم پمپ بنزین بیام که بتونی خودتو برسونی؟ خب کارت فرشته مگه نیست؟ نه نیست همراش. واقعا که دیسیپلین کجا رفته؟ بزن مسئولیت پذیری. نگو اگه یه شارژر آیفون هم داشتی عالی میشد. نداری؟ حالا اتفاقی که میفته اینه که احتمالا مثل دفعه قبل که فرشته عمل داشت یه دارو بیهوشی بهت میزنن و بعد منو سیکتیر میکنن بیرون. یه خط یعنی چی؟ منفی. یه خط یعنی منفی؟ منفی تست حامله جنسی. یه اتفاقی برای من افتاد. اول از همه خانوادم به همهشون میگی خیلی دوستشون دارم و این انتخاب من نبود که الان من نباشم. وصیت دارم به تو اینه که تا یک سال بعد فوتم سمت هیچ دختری اما از ایرانی خارجی هر کسی بنگلادشی هم بود نمیری. بعد یه سال چی؟ روحی روانی بگی من کاری نکردم، فقط داشتم درد و دل میکردم. اونم نه میگم بعدش. بعدش حق غلطی دلو. بعد یه سال حق غلطی. یعنی ایرانی خارجی یه فهم برو دیگه خودتو بتر کن. اکسانو میگی تو بغلت میخوابی برای کاره اداریت هم با دست دیگه. مسیحت نامی فرشته. ببین حتی عکس دخترم تو اینستاشون نمیدونم که حتی صحبت کردم بگه خواهری مابجیم هم نداریم. حواسم از اون دنیا بهت هست. حواسم از اون دنیا بهت هست. من
من یه چیزی از اینا درک نمی‌کنم. اونم اینه که وقتی که من مجبورم برای بهبود شدنم این پورتر رو داخل بدنم فرو کنن، دیگه سوال پرسه این توضیح دادنتون چیه؟ من اینو این کار نکنم، راه مگه دیگه‌ای وجود داره؟ خانم است که اینجا وایساده، بعد یهو توضیح داد گفتش که امکان داره بعدش خون بیاد ازت، امکان داره عفونت کنی. آره، بعد گفت این فرمی که امضا می‌کنی که ریسک داری میپذیری اینو. بعد فرشته گفت بهش بگو که این چند درصد امکان داره بیفته. من گفتم مثلا چقدر اتفاق میفته و اینا، گفتش خیلی کم، یه ریسک خیلی کوچیک. ولی کلا اخلاقشون اینه که تهشو بهت بگن اینجوریه. اوکی بچه ها، فرشته رو بردن و به من گفتش که عملی زیاد طول نمیکشه، عملش حدودا نیم ساعت تا 40 دقیقه است. و بعد از اینکه عملش تمام شد گفت بهم زنگ میزنن که اینو باید بگم. واقعا گوشنم هوام یه کوچولو سرد شده، فاکین گوشنمه ها، دارم پاره میشم. هنوز داستان بیمارستان ما شروع نشده، من چرا داره گریم میگیره؟ بذار ببینم از اشکم فیلم بگیرم. آره چرا، داستان چیه حاجی؟ من قدیما به این راحتی ها گریه نمی کردم. دماغو ببین داشت، این دماغ یا چما. خب بچه ها گفت تموم شده، حالش خوبه، اوکیه. همین گفت 9 دقیقه دیگه هم مرخصه تا من برم تا اونجا، خودش 5-6 دقیقه است. بیهوشه، فکر کنم که خیلی بیهوشه. بیهوشی بی؟ آره صدا میشنوی؟ نه کاملا بیهوش. خیلی کوچولوه بی. باشه گودو 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 میزونی؟ من میرم ماشین بیارم. باشه یه مقدار گریه کرد، یکم حالش نه که حالش بد باشه. خب این لوله‌ای که گذاشتن از توی گردنش رد شده و وقتی یک چیزی از کنار گردن رد میشه قطعا تو حالت بده دیگه. یه سه عجیب غریبی داری که این چه کوفتیه داره از اینجا رد میشه. واسه همین وقتی نفسم میکشه میگه یک چیزی حس میکنم و یکم گریه و اینا کرد، یکم زاری کرد، یکم بعد پرستارش بهم گفتش که تو برو ماشین رو برده بیار جلوی در، من یک نفر رو میگم که اینو با ویلچر بیاره جلوی در و سوار ماشین بکنه تو براش. بشین اینجا باید غذا بخوری. بشین اینجا. بشین ببینم. چی ببینی؟ ببینم تو اینه. نه بری ببینی چی شده. ببین به مهتی زنگ زدم گفتم برو اینقدر غذا بگیر خودم رو خونه برنج بذاریم. نمو بس مگه میخوای شام بدی محلو؟ این همه غذا رو کی میخواد بخوره الان؟ سوپ میخوای بیب؟ سوپ یا کباب؟ سوپ. سوپ میخوای؟ درد داری؟ آقا مهتی عادت زشتی که داره بر میداره قرصای فرشته رو کش میره میخوره. من نمیخواستم اینو تو ویدیو بگم. این قرص بدنده تو نشی. تو چی میکشی یه قرص مرس برمیداری میخوری؟ ساعت تقریبا 8-9 شبه، بعد مهتی اومد فرشته تا الان داشت یه قرصی رو میخورد، بعد اومد بهش گفتش که این قرصه اصلا برای درد نیست و واقعا هم نبود، فقط باسه حساسیت و بعد اون پول بود. بعد هیچی الان زده زیر گریه که من میگم چقدر درد دار. اصلا یه دیگه قدرت تلقین، با اینکه درد داشت ولی هی فکر میکرد که اون قرصه داره بهش کمک میکنه، بعد که فهمید اون هیچ تأثیری نداره دیگه نابود شد. یه قرصه دیگه دادیم بهش. درد داره هنوز؟ دارم میمیره. بهتر نشد؟ یکم طول میکشه، قرصه هنوز تازه داره وارد جریان. بابا کاش یه دونه کامل به این میدادیم اتی. نه کامل چسته میدادیم. تو بخواهی دست من راحت شیر. من میخوام زودتر عمل کنه. قرصه حساسیت که پنشو خوردم و گفتی هم
خب الان یه دقیقه به اون فکر نکن، تو الان یه قرص خوردی، چقدر درد داشت تحمل میکردم برای اینکه تو گفتی این قرص قرص درده. خب چون اونا به من گفتن، به من چه؟ اون بدبخ از کجا بدن؟ تب داشتم دیگه بدتر میشدم. شما الان پرشه نصفه یه قرص خوردی مثل مورفین، نصفشو خوردی و اینکه هنوز میگی درد دارم نمیفهم. تریاک خالص، تریاک خالص الان حب کردی نصفشو. درد میکشم، یه دونه استامینوفن، یه دونه کوفت و زرمان میخوردم تو ایران، همه درد دنگونم نداریم. چند قرصی بوده که دکتر به ما داده بود، دیگه من در جریان نیستم. همین دیگه، بریم واسه فردا، چون فردا دوباره باید بریم بیمارستان. 7:30 صبح باید آمپول بزنیم، 11:30 باید بیمارستان باشیم، چون فرشته باید این چیه روی گردنش رو نمیدونم ریکاور کنه، چسبش رو میخوان عوض کنه، نمیدونم. امروز رو دیر بیدار نشدیم و واقعا ساعت 8 صبح. مرسی. خواهش. پنیر بخرم، فرشته گفت من نمیخورم و آیده میدونم بدم میده توخم میگو برم پنیر بخرم، یه بیسکویت اینا بگیریم براش که با چایی بتونه بخوره. یه پنیر خامه ای میخوایم. آخه کی 8 صبح با دوربینش صحبت میکنه میاد میره تو فروشگاه؟ همه میگن پسر خوله، اگه بگم بد نمیگن، دارن درست میگن. به نظر پنیر گرفتم، کره گرفتم، نون گرفتم، بیسکویت، همین 4 تا قلم. خب بذارید بشنم، شد 22 دلار. این دو نفر دهن مهدی بیرو، یعنی مهدی برهانی بی زکی رو سرویس کردن و خودشون گرفتن خوابیدن، این خانوم و این آقا که رفت زیر پتو الان خودشو قایم کرد. خب دوستان ما میرویم به سمت بیمارستان. بعد هوای امروز یه جوریه که با آستین کوتاه میای بیرون سرده، با هودی میای بیرون گرمه، نمیدونم چرا اینجوریه. قراره که چیکار کنه الان؟ نخه رفته تو بدنم، دوخته شده. الان بذار در بیار ازش میپرسم که چیکار، ولی گفتش امروز کار خاصی نداره، فقط ترتمیزش میکنه. یه چی تمیز کرد، اینا رو کلا کند، ضد عفونی کرد، یه ماده برام مرده از پوستم زد و گفت اینا فقط 7 روز جوابه، بعد از 7 روز ممکنه دوباره عفونت کنه. این سر تایم برای عوض کردن و تمیز کردن این قسمت باید بیاد. الان هم رفته سوال بپرسه که چجوری میتونه دوش بگیره، چون ازش پرسیدم گفتم ما این شتلای نمیخواد دوش بگیره نمیتونه. گفت good question, I'm gonna ask. خب خانم اومد برام توضیح داد که این چجوری باید بره حموم و خیلی عجیب بود طریقی که به من گفت. من فکر میکردم حالا خیلی پیشرفته یک مثلا چیزی به ما میده و میگه مثلا اینو بذاری و این پماد، ولی خیلی سنتی عمل کرد و گفتش که میری از فروشگاه یه سلفون میخری، همینه که رو سالاد میکشی، گفت کاتش میکنی اینو میذاری، ولی اون 100% اینجوری نیست که آبو بگیره. وقتی میره زیر دوش حواست باشه، مثلا یکم نگرش داره، سری دوش بگیر بیا بیرون دیگه، زیاد خیسش نکن. بچو یه نفر این روزا رفته تو خواب زمستونی و همش لالا میکنه. من میگم آقا ما رو نخوابونید این ساعت. فرشته به ما گفته که یک بازی هست که در بچگی بازی میکرده به نام اسکایریم روی کامپیوتر در نوجوانی. یه حالت افسرده ای داشت این بازی. خب افسردگی تو وجودته پس اصلا ببین از زندگی کردم تو ایران بیشتر صبح بخیر، چطورید؟ خوش اومدید به یه روز دیگه از زندگی سگی من. الان داریم میریم یه چند چیز میز بخریم. ماشین کیه اینجا؟ ای بابا این پسره رو من همه جا باید ببینم. بیایی قرار بذاریم دو سه روزم دیگه رو نبینیم. آره دیگه ماشین ناگون طویله است، ناگون طویله. بیا مرسی. همین الان داشتم بچه‌ها میگفتم چقدر دلم برای تو تنگ شده بود. من یه بوس بیا به تو رو بکنم. من بوشیدی؟ همینو برداشت، راستی زورت بزرم. خب چی بس میخواه؟ سلام.
نشسته گندم. خب از اونجایی که داستان این امروز فرشته ترانسپلنت داره بچه‌ها. ترانسپلنت این مدلیه که تمام خونای بدنش رو تمام خونای بدنش رو میگیرن، از یه لوله میکشن و از اون لوله میدن بیرون که از توش یه چیزی بردارن که نمیدونم چیه. واسه همینم خیلی طول میکشه. برای همین دکتر بهمون گفت اگه دوست دارید میتونید مثلا چند تا خوراکی بخرید با خودتون بیارید. الان من چند تا چیز نیست براش میگیرم. مثل این گوگولیا که حتی اونجا خودشون چیز نیز میدن، ولی خب بیمارستانیه دیگه. بچه امروز دو حالت داره. اینکه امروز مقدار سلول مغز و استخوان اگه امروز به اندازه کافی ازش بگیرن، ما هفته دیگه بیمارستان نمیایم. یعنی امروز آخرین روزه، تا 29 دیگه احتمالاً بیمارستان نیاییم. ولی اگه به اندازه کافی نگیرن چه بادی میزنه برا. December 23rd, 1995. خب این آمپول چی گفت؟ گفتش که امروز هم قراره یه دونه آمپولی بهم بزنن که شبیه آمپولایی که صبح خودم به شکم میزنن، که باعث بشه سلولام مغز و استخونم زیاد بشن. امروز اون کاری که باید رو نمیکنم، فردا اون چرخش خون و فلان و اینو افتاد افتاد مثلا بود، ما نمیدونستیم چیه. خب دوستان فینیتو، این همه اونجا صبر فلان این برام اونور تنها کاری که کرد دوستان اینم نتیجه حلوا. خوب شده حلواشون ها؟ خوبه؟ ایوه. خب دوستان فرشته فرنیرم درست کرد، باری کرد، آفرین. مزوریت نیست. آدم با شلنگ اصلا بهترم میپزه غذا. خب بچه ها چقدر تاریکه. یه روز من دارم میگم میخوام برم کار باش و تو این چند وقت واقعا وقت نشد برم کار باش. باریکلا شیشه ها بالاست. عاشق کار باشم. آینه رو چرا لخه کردی؟ آینه برگشت. خب تمیز شدیم، تمیز. در خوبه که کار باش خلوته، خدا پدرت بیامرزه. ماشین شد عروسک صفر. خب ما رسیدیم خانه، فرشتم دوش گرفته. سلام کن. حالا دوش گرفتی؟ خیس کردی اینو نه؟ بله، این همه دکتر گفت خیسش نکن. حالا فردا باید بریم عوضش کنیم. الان یه املت عمو حسنی برات میزنم. خب دوستان اینم شام امشب، املت ربی. دوستان نصف شبی چیزایی که میاد تو سر من، دوست دارم خرید، هم لاغات پرید، دوست دارم پارتی، به چای کارتی. نه تو هم ببینم سکرسته، صاف کن صاف کن صورت تو. آه تو هم دماغت اینجوریه، نگاه کن چای خوب شده. این عادیه، پس من آقای دماغم اینجوری. بکا چنگا شیده کریتا. اولین نفری خواهی بود. بودو تایم هم ندارم. اولین نفری که قرار پشت چراغ قرمز به خودش آمپول بزنه، همون جایی بزن که درد نمیگرفت، بغل تر بزن. خون اومد، خون برای اولین بار. اون خون آخه اون چیه؟ یه نقطه. نه نه همینو قبلا نمی اومد. بله ولش کن. دوستان میبینید اینو؟ فرشته، مهدی، این این درخت ها، این کروش را دیگه. آفرین، از اینا رو درخت می نویسن معمولا. یه موش بی فرنگ دوستان ما رو بردن تو اتاق. به خدا من هیچ موقع تو زندگیم شانس نداشتم. خسته له. به ما چی دادن؟ یه صندلی. این بر من. فرشته رو نگاه کنید، دعیوس رو نگاه کن. کاش اون تو من بود الان به من یه تخت میدادن، من حاضر بودم. بچه ها این یارو شروع کرد به گرفتن خون. خب از اینجا خون داره میره ازش، میبینید اینا
این خونه فریه. الان خوبی؟ یه حس عجیبی دارم، دستم داغ شده. نه بابا بچه ها، من اینستاگرامم قطع شده، فرشته لایو میذاره برای خودش. منم سریع رفتم یه اکانت فیک ساختم، اومدم داخل دارم فوش میدم. خب بچه ها فکر کنم که تمام دارم. حالا باید سب کنیم ببینیم جواز میشه چی میشه به تد. آره الان واقعا باید دعا کنیم. شما که دیدین دیگه کار از کار گذاشته، تو دعا هم جواز دعا کنید همه تون. بعد از 9 ساعت دارم میرم خونه، خوشحالم. شاید باورتون نشه ولی خیلی خوشحالم. نه داره گریه هم داره در میاد. خدا رو شکر به جای 5 میلیون سلی که ازش میخواستم 10 میلیون گرفتم. خب گوینات بینم گوینامه فرشته بچه ها. ببینم رفیق آمریکاییم هست جان. اوپن اپ اف بی آی. سب من واتس اپ برو. آی وانا اکچولی دی لاست تایم Yeah. You did the haircut for me. Right. I told my viewers that my friend did it. Right. And I want to show you to my fans. Oh, I want to, I'm not ready. Okay, I don't care. Just say hi. Hi. What's up? Just chilling. Just chilling? Yep. Do you have anything to want to say to Iranians viewer that watching you now? I'm not ready to be on camera, but... I was gonna say that if you guys need a haircut and you're in El Cajon, come to my barbershop. Good advertising, man. Got you. I got a barber chair, but it looks really good, though. Good? Oh, yeah. Okay, bro. Keep in touch, brother. Nice to see you. Kiss you. Likewise, brother. Thank you. Thang life. Bye-bye. All right. خیلی آدم و باحالیه. I love you so much جان. اولش گفت من آماده نیستم، نه کثیفم، از من نگی. خیلی آدم چیزی ها، خیلی به خودش میرسه فلان، خیلی آدم باحالیه. چون آرشگر رو دیدید دیگه، آرشگر رو همش به خودش میرسه ژل و فلان. ولی الان خب درگیر کارهای خونه بود. خوبه؟ قبول میکنم از آج میتی. اینم باید بهتون بگم که فردا ما لایویم در این چنل و ساعتش هم از بین تقریبا 8 شب ایران شروع میشه تا تقریبا 11:30-12 شب ایران، یعنی حدودا تقریبا یه 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت تقریبا همین حدود ما داخل این چنل لایویم. وقتی میخواید لایو ببینید سخت نیست، یعنی داخل چنل من که وارد بشید میبینید که اون همون اولین ویدیوی بالا نوشته بزرگ لایو، و اینکه لایو هم سیو میشه. گرفتید چی شد؟ لایو سیو میشه و میتونید بعداً همین لایو رو نگاه کنید. ما 6 روز اول هفته رو ویدیو میگیریم که شما در جریان باشید، و روز هفتم که روز استراحته و قرار نیست کسی چیزی ازش بدونه لایو میگیریم. فهمیدی؟ و زندگی شخصیمونو به صورت زنده این فوتبال پخش میکنیم تو اینترنت. گرفتی چی شد؟ آره توی ویدیوی پارته و این هفته بعدی که میبینید کلا بیمارستان نیست، ولی پارته نوت بوکاتون رو برید که قراره ایشالله که زار نزنید. خب دوستان این بود از ویدیوی هفتگی. یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، و اینکه منتظر لایو باشید فردا. حتما حتما بیایید داخل لایو. و اینکه دمتون گرم، تا یه هفته دیگه. پیس.